اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور ایمان و معارف اسلامی منور بگرداند. نثار روح پرفتوح مولا المبهدین امیر المؤمنین علیه السلام صلوات عنایت الله بحث ما در رابطه با سفارش ها و وصایای امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی بود. عرض کردیم این شخصیت بزرگوار که محضر چهار امام رو درک کرده، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد، از اصحاب سر آقا علی علیه السلام است. چندین حدیث نفس، حدیث حقیقت، حدیث قلوب، دعای کمیل از امیرالمؤمنین علیه السلام ایشون نقل کرده و راه به مکاشفات حضرت داشته، ارتباط خصوصی با حضرت داشته. و این شخصیت کسی است که علماء رجال و بزرگان در مدح و ثنایش فراوان نوشتند. دو بار به خاطر محبت امیرالمؤمنین تبعید شده، یک بار به شام و یک بار به حمص که شهر دیگری است از همون شام تبعید شده با مالک اشتر نخعی. و این شخصیت، بعضی هم سوال میکنن کربلا چرا نبوده؟ ایشان و قنبر زمان شهادت امام حسین زندان بودند. بعد از عاشورا کمیل و قنبر و عده‌ای از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام از زندان آزاد شدند که در نقل دارد کمیل آمد خدمت امام سجاد و با ایشان به ایشان اظهار محبت کرد، بیعت کرد. منتها در جریان کربلا و عاشورا زندان بود. امیرالمؤمنین علیه السلام بنابر یک نقلی که خود کمیل برای یک شخصی نقل میکنه، میگه ما رفتیم نزد کمیل، به ما گفت میخواید بتون بگم آقای من امیرالمؤمنین چه سفارش هایی به من کرده؟ گفتیم بله. سفارش ها رو بیان کرد، خیلی مفصله، 3-4 صفحه هست و جالبم هست. اول هر کدام از اینا حضرت او رو صدا میزنه، یا کمیل یا کمیل. یعنی چندین بار تو این وصیت نامه امیرالمؤمنین علیه السلام کمیل رو به اسم صدا میزنه. دیروز من یک فراز از این وصیت و خدمت شما عرض کردم، امروز بخش دومش رو عرض میکنم که امیرالمؤمنین علیه السلام در آغاز این وصیت 5 سفارش درباره غذا خوردن و آداب غذا نموده. خیلی مهمه، مجموعه این فرمایشات امیرالمؤمنین مختلفه، در زمینه‌های گوناگونه، ولی اول این وصیت نامه 5 مطلب آقا راجع به غذا خوردن فرموده که خیلی جالبه، حالا من عرض میکنم. منتها قبل از آنی که این 5 رو بگم، عنایت بفرمایید قرآن کریم و روایات ما در همه مسائل و در همه در واقع ابواب آدابی رو بیان کرده. شما کافیه تو قرآن کلمه کلو رو نگاه کنید، کلو یعنی بخورید،
قرآن می‌فرماید بعضی ها مثل حیوانات غذا می‌خورن. این آیه یاکلون کما تاکل الانعام این فایده نداره. یاکلون کما تاکل الانعام، خیلی این آیه پیامش تنده. بعضی ها مثل انعام، مثل چهارپایان، فقط مرکز پر کردن و خالی کردن، هیچ رعایتی ندارن تو غذا. اینا رو به پیغمبر میگه ولشون کن. یاکلون کما تاکل الانعام، مثل چهارپایان. اما اون خوردنی که قرآن روش توصیه میکنه جالب است. آقا شما اگر آیات قرآن رو ببینید، بعد از هر کلمه کلو که سفارش میکنه بخورید، یه امری یه نهیم بعدش میاره. من چند تا آیه بخونم ببینید. کلو مما رزقکم الله، یه آیه، بخورید از اون چه که خدا به شما روزی کرده. ولا تتبعوا خطوات شیطان، بعد از این کلو یه نهی اومده، کلو بخورید مما رزقکم الله، از روزی که میدونید مال حرامم روزی نیست، یعنی از حلال. ولا تتبعوا خطوات شیطان، مواظب باشید دنبال روی شیطان نشید. آیه دوم، کلو من طیبات ما رزقناکم، از چیزای پاکیزه بخورید. ولا تتقوا فی، تو خوردن طغیان نکنید، سرکشی نکنید، یه وقت نعمت خدا رو بیهوده مصرف نکنید. ببینید امر، بعدش هم یه سفارش، کلو بخورید دنبال روی شیطان نشید، بخورید طغیان نکنید. و اون آیه معروف که همتون بلدید، کلو و اشربو ولا تصرفو، بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. یا جای دیگه، کلو من الطیبات، غذاهای پاکیزه بخورید. و عملو صالحا، ولی غذا رو مقدمه عمل صالح قرار بدید. با غذایی که میخورید انرژیشو در راه حرام به کار نبرید. اینا دقت بفرمایید، بعد از هر کلوی توصیه است، اسراف نکنید، دنبال رو به شیطان نشید، طغیان نکنید، عمل صالح انجام بدید. آیه پنجم، کلو من طیبات ما آتاکم، چیزهای پاکیزه رو بخورید. وشکرو لله، شکرش هم به جا بیارید. این چند تا آیه که خوندم کلیت مسئله است. یه وقتی اباجنید بغدادی میرفت، اباجنید تو بغداد بوده، شاگردایی هم داشته، مریدهایی هم داشته زمان هارون الرشید. بهلول او رو دید، گفت شیخ چگونه غذا میخوری؟ این هم شروع کرد آداب غذا خوردن رو گفتن. گفت بسم الله میگم، لقمه کوچیک برمیدارم، به دهن مردم نگاه نمی کنم، عجله خودم میخورم، خوب میجوم. گفت پس بلد نیستی. قبل از همه اینها کلو حلالا طیبا، باید دقت کنی حلال یا نه، پاکیزه. به مال حرام 500 تا بسم الله بگو، چه فایده داره؟ به مال حرام 100 تا الحمدلله بگو، اصلا الحمدلله نمیچسبه به این، نمیگیردش. این مثل این مد که شما یک آهنی که آهنربا نداره بخوای به زور به جا بندش کن، نمیگیره، گیرایی نداره. کلو حلالا طیبا. گفت شیخ چجور میخوابی؟ گفت خب وضو میگیرم، زود میخوابم، مثلا دو رکعت نماز میخونم. گفت نه، اونگونه بخواب که تو دلت حسد نباشه، کینه نباشه، آزار کسی نباشه، اون شب کسی رو اذیت نکرده باشه. این اصل قضیه است. اینایی که من الان میخونم برای شما، امیرالمومنین به کمیل فرموده، اینا آدابه، آداب رو من میگم. ولی قبل از این آداب آیاتش رو خوندم، حلال بودن، حق الناس توش نبودن، مال مردم نبودن، رعایت موازین شرعی، این اصل و مبناست. حالا اگر یک کسی غذای حلال پاکیزه، عرض کردم، اشاره کردم، مال حرام روزی نیست، نمیشه کسی بگه یه چیزی پیدا کنه برداره بذاره جیبش بگه این روزی ما بوده،
نه، یا سرقت کنه بگه روزی ما بود. مال حرام روزی دیگرانه، مال حلال روزی انسانه. خداوند حرام روزی قرار نمیده، رزق قرار نمیده. حالا این آدابی که پنجتایی که الان عرض میکنم امیرالمومنین به کمیل فرمودن، بعد از احراز حلال بودن و شرعی بودن مال فرمود یا کمیل، اولین سفارش اینه، اذا اکلت الطعام فسم بسم الله الذی لا یضر مع اسمه داء و هو الشفاء من جمیع الاسباء. قبل از آنی که غذا بخوری بسم الله الرحمن الرحیم بگو که بسم الله شفاست از همه بیماری ها. امام رضا فرمود هر کسی صبح بعد نماز صبح 100 مرتبه بگه بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، فرمود این خیلی امید داشته باشه که اسم اعظم رو به کار برده باشه. اسم اعظم خدا که میگن کارها میکنه، ببینید حدیث اینه، من قال بعد صلاة الفجر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 100 مرتبه کان اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العین الى بیازها. این سیاهی چشم چقدر به سفیدی نزدیکه، به هم وصله دیگه. فرمود کسی که اینو 100 مرتبه بگه به همین نزدیکی و به همین قرب به اسم خدا و به اسم اعظم خدا نزدیک شد. باز روایت داریم از رسول خدا فرمود اذا خرج الرجل من بیته، وقتی کسی صبح از خونه میاد بیرون بگه بسم الله الرحمن الرحیم، قالت له الملائکه، فرشته ها میگن تو امروز سالم، اتفاقی برات نمیفته. و اذا قال، وقتی میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، میگن تو امروز نگران نباش، کفایتت میکنی، چون تکیه بر خدا کرد. و وقتی میگه توکلت علی الله، این سه تا جمله، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و توکلت علی الله، میگن امروز محافظت میشی، اتفاقی برات، خطری برات پیش نمیاد. اومد خدمت امام رضا یک کسی یا خدمت رسول خدا، عذر میخوام، عرض کرد یا رسول الله، من شکارچی هستم. خدمت معصوم رسید، گفت من شکارچی هستم، شب توی بیابان خطراتی برام پیش میاد. آقا فرمودن بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا ترا مکروها، دیگه خوف نداشته باش. اینی که سفارش شده میخوابید بسم الله، لباس میپوشید بسم الله، ذبح میکنید حیوان رو بسم الله الرحمن الرحیم، از خانه خارج میشید بسم الله الرحمن الرحیم، وارد میشید بسم الله الرحمن الرحیم، تو تمام حرکات و سکنات، ارتباط با همسر، عرض میکنم فرزنددار شدن، غذا خوردن، این نام بزرگ الهی سور قرآن با شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سفارش امیرالمومنین به کمیل اینه که نام خدا رو در غذا ببر. خیلی مورد غفلت این مسئله، متعدد آدم میبینه سر سفره ها گفته نمیشه، چه خوب است کسی تذکر داده بشه بده که این در واقع بسم الله الرحمن الرحیم باعث بشود حنیع بشه، گوارا بشه اون غذا. این سفارش اول. سفارش دوم فرمود آکل طعام ولا تبخل علی. کمیل سعی کن تنها غذا نخوری، یه مهمونی بغل دستت باشه، یه کسی باشه، با یه کسی غذا بخور. ولا تبخل، بخل نورز، نگو کم میشه. انک لن ترزق الناس شیئا، تو که قرار نیست روزی مردمو بدی، روزی مردمو خدا میده. عجیب است آقا روایات ما راجع به مهمان، از جمله همین حدیث. در روایت دیدم از ضیف و دلیل الجنه، هر کجا راهنما میخواد دیگه. الان شما وارد یه شهری که میشید، میرید از پلیسی از یه جایی برگه اطلاعات میگیرید، میخوام برم حرم، میخوام برم پارک، از کجا برم؟ دلیل یعنی راهنما. فرمود روز قیامت مهمان راهنمای بهشت. از ضیف، نه که مهمانی زیاد میدن، مهمان رو بهشت، از ضیف دلیل الجنه.
خیلی روایت عجیبه. رسول خدا فرمود اذا اراد الله به قوم خیرا، اگر خدای ملتی رو دوست داشته باشه بهشون هدیه میده، اهدا الیهم هدیه، بهشون هدیه میده. گفتن یا رسول الله، قالو کیفه، چگونه خدا به ملتی هدیه میده، خدا چگونه اهدا میکنه؟ قال از ضیف، کار میکنه مهمون زیاد براشون بیاد، مهمون تو خونهشون زیاد بشه. ینزلو به رزقه، با روزی خودش میاد و بعد فرمود یخرجو به ذنوب اهل بیت، گناه اهل خانه رو میبره. خیلی مقید. ابراهیم پیغمبر کیلومترها گاهی راه میامد مهمان بیاره خانش. خود وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، فقرا غذا میخوردن، اومد باشون نشست سر سفره، گفت به شرط این که بیاید خونه من، دعوتشون کرد. فراوان روایات در این رابطه داریم. شخصی آمد خدمت پیامبر، این روایت جالبه، گفت یا رسول الله من دائم با وضوعم، نمازامم میخونم، زکاتم میدم، مهمانم زیاد دعوت میکنه. جالب روایت. پیغمبر اکرم سه مرتبه فرمود باریکلا باریکلا باریکلا، بخن بخن بخن. خب باریکلا به کدوم کاراش؟ نمازاش، وضوش، روزش؟ سه مرتبه فرمود بخن بخن، تشویق کرد. عرضم اینجاست. بعد فرمود مال جهنم لکه علیک سبیل، تو جهنم نمیری. خب کدوم کارش؟ از بیان پیغمبر استفاده میشه اون مهمانداریش. ما علیک لجهنم، مال جهنم علیک سبیل، جهنم به تو راهی ندارد. ان الله قد یراک من الشح، ان الله قد برعک من الشح، چون خدا بخل به تو نداد. شح به معنای بخل شدید، قرآن هم داره و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. ببینید این خدا تو رو از بخل بری کرد، یعنی حضرت رفت رو اون چهارمین کارش، رو اون مسئله عرض میکنم که بخل که نداری و مهمانداری میکنی. لذا در روایت داریم اگه کسی آمد خانتون بهش نگو غذا خوردی. لا تقل لأخی که اذا دخل علیک اکلت شیئا. خب بعضی این دارم یه غذا که خوردی انشالله، میل که نداری، تشریف که نمیارید تو خونه، با منفی شروع میکنن، منزل ما که نمیاید. فرمود اذا دخل علیک، اگر کسی بر تو وارد شد، لا تقل، نگو بش چیز خوردی، میل کردی، برو هر چی تو منزل داری برایش بیار و در مقابلش. البته یک کتاب یکی از عزیزان نوشته، کتاب خوبه، حالا دوستان بگیرن تو خونه مطالعه کنن، به نام آداب اسلامی، سه جلده، آداب عبادی، آداب اجتماعی، آداب اقتصادی. خیلی جمع جور و خوب نوشته شده این کتاب. دیدم اخیراً در یک جلد سه جلدش چاپ شده. ایشون در اونجا آداب مهمانی، آداب تربیت اولاد، آداب عرض می‌کنم که مسائل عبادی، آداب تجارت، در خود مهمانی یه آدابی هست، یک مسائلی هست که تو روایات وارد شده. من بعضیاشو عرض میکنم. در روایت داریم که وقتی مهمان دعوت میکنید او رو برای قضاش تعجیل کنید. تو نقل دارد تعجیل و عجله بده، مگر پنجا عجله کردن خوبه. یکی توبه، فورا توبه کن، صبر نکن که این گناه محکم میشه. یکی از موارد دارد که مسئله قضای برای میهمان، وقتی میهمانی رو دعوت میکنی او رو در واقع زود قضاشو بیار، معطل نکن. سوم دارد شوهر دختر دادن به شوهر دادن به دختر، تعجیل بشه که دختر زود نمانه، زود شوهر بیار. عجله تو نقل دارد چند جا خوبه و مفیده، یکی در توبه از گناه، یکی در قضا برای میهمانی آوردن، یکی دختر شوهر دادن، یکی دارد که دفن و کفن میت زود انجام بدید، نذارید بمانه، و یکی هم پرداخت بدهی. پنج دارد، تعجیل خوبه، پرداخت قرض، حالا ولو موعدش هم نشده زودتر آدم عجله کنه بیاره بده.
در آداب میهمانی دارین وقتی کسی رو دعوت میکنید به خانتون، تکلف براش ایجاد نکنید، زحمت ایجاد نکنید. یه وقتی کسی خونه امام رضا مهمان بود، چراغ منزل امام خراب بود، اومد درست کنه، آقا فرمود نه، ما از مهمانمون کار نمیکشیم، مهمان خودمون انجام میدیم. دارد مهمان رو به بعضی افرادی رو دعوت میکنن برای اینکه مثلا برقکش برقا خونش نم تعمیر کنه، کولرساز کولر خونش نم. فرمود نه، مهمان رو برای مهمانی دعوت کنید، کار برای کار، از مهمان کار نکشید. در آداب مهمانی داریم بدون دعوت جایی نرید. یه حدیث خیلی قشنگیست، من حالا وقتی سمش رو بخونم، دارد که 8 گروه اگر بهشون توهین شد خودشون رو ملامت کنن، خودشون مقصرن. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در خصال آورده، خیلی روایت زیباییست. 8 گروه 8 گروه اگر بهشون توهینی شد، در واقع بهشون جسارتی شد، خودشون رو مذمت کنن، خودشون رو ملامت کنن. یکیش دارد که کسی که به سفره دعوت نشده سر اون سفره بیاد. در اونجا دارد کسی که به مائده‌ای و سفره دعوت نشده، پس با دعوت باشد. اینا آداب میهمانی است. از آداب میهمانی این است قضا رو حقیر نشمرید. چندین روایت من دیدم فرمود هلک امرؤن احتقر لأخیه ما یحضره. کسی که قضا بیاره میگه قابل نداره، این معصیته، این تحقیر نعمت خداست که الان بین مردم خیلی رسمه. قابل نداره. هر چی قابل نداره؟ مگه تو آماده کردی؟ مگه این نونو تو پختی؟ مگه تو زارعش بودی؟ مگه تو سقیش کردی؟ مگه تو آبیاریش کردی؟ فرمود هلاک میشود کسی که قضایی رو بیاره احتقر لأخی ما یحضره، اونی که آماده کرده. نه آقا خیلی هم خوبه، کار من قابل نداره. اینو بگو، کار من قابل نداره، تلاش من هیچ، اما نعمت خدا پر ارزشه، پر قابله. اینها نکاتیست در میهمانی. در میهمانی نوشتن تو آدابش دارد حرام نباید چیز حرام سر سفره باشه. یه وقتی کسی ظاهرا ماه رمضان هم بوده، یه مقدار شیر فرستاد برای رسول خدا، یه خانمی به نام ام معبد. وقتی شیر رو آورد، ظاهرا فرزندش یا خادمش آورده بود، پیغمبر اکرم پرسیدن برو از مادرت بپرسین شیر از چیه. برگشت گفت مادر جان رسول خدا سوال کردن شیر از چی. مادره فکر کرد مثلا میگه از چی دوشیده شده، شیر شتره، شیر گوسفنده، شیر گاو. گفت به حضرت بگید شیر گوسفنده. آمد گفت یا رسول الله مادرم میگه شیر گوسفند. حضرت فرمود نه، بگو از کجا تهیه شد. دوباره برگشت آمد خانم، گفتن به پیامبر بگید این از مال حلاله، گوسفندی که تو خانه خودمون. بالاخره پیغمبر گرفتن این شیر رو، میل کردن. فرداش این خانم رو دید، برای اینکه از دلش در بیاره فرمود فلانی ناراحت نشی، ما دوبار برگردوندیم سوال کردیم. انا معاشر الانبیا لا نأکل الا حلال. ما انبیا فقط مال حلال میخوریم، مال حرام. وجود مقدس امام سجاد، امام صادق رو دعوت کردن، یک کسی بچهش رو ختنه کرده بود. خب بعضی جاها ولیمه دادن مستحبه، از حج آدم میاد مجلس عروسی میگیره، بچه ختنه میکنه، سفارش شده خانه میخره. البته یه مقداری باید توجه بشه این تشریفات، تجملگرایی ها تو مهمانی ها کم بشه، یه مقداری رفت و آمد ها با سادگی و ساده زیستی راحت میشه. مکرر اصحاب پیغمبر سلمان عبیزر رو دعوت میکرد، عبیزر رو دعوت میکرد، حارث ابن عبدالله همدانی امیرالمومنین رو دعوت میکرد، مکرر مهمان میآوردن خانه شون اهل بیت با نانی با شیری. این سفره هایی که گاهی به هر حال تو خانه افتاده میشه، اینا ضمن اسراف بودن فاصله مهمانی ها رو کم میکنه، کسی جرئت نمیکنه مهمانی. وقتی یه کارمند حقوق 1 ماهش رو باید روی مهمانی بگذاره، هم نمیکنه. اگه یه قدری ساده باشه، یه قدری عرض میکنم بی تکلف باشه. وجود مقدس امام صادق سر سفره نشستن، شراب آوردن، تا
شراب آوردن آقا بلند شد. صاحب خانه گفت آقا ما که برای شما نیوردیم که، یکی دیگه میخواد شراب بخوره، شما سر سفره قضا میل کنید. فرمود نه، سفره ای که سرش شراب بیاد من نمیشم. بعضی اوقات بعضی هم میگن آقا ما رفتیم فلان مهمانی، خب اونا موسیقی می نواختن، اونا اختلاط داشتن، اونا تو عروسیشون حرام بود، ما که نگاه نمی کردیم. حضور شما تعیین. یکی از آداب برخورد عبوسانه با گناهکاره، حضور گاهی تعیین محسوب میشه. فرمود کمیل سفره که میندازی تنها غذا نخور. این دوتا. سه تا سفارش دیگه شم بگم دعاتون کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. اذا اکلت فتول اکلک. فرمود کامل وقتی غذا میخوری غذا تو طول بده، تا اونایی که با تو نشستن مخصوصا صابخانه احساس بر واقع شرم نکنن، ناراحت نشن، زود کنار نکشن. اذا اکلت فتول اکلک لیستوفی من معک. تا اونایی که با تو هستن با آرامش بیشتری غذا بخورن. چهارم فرمود صحت الجسم من قلت الطعام و قلت الماء. خیلی شکم تو به پرخوری عادت نده، شکم تو به پرآبی عادت نده. اصلا روزا آقا ببینید، الان دیدم بعضیا نوشته بودن برای ما که آقا چرا خداوند روزه رو تشریح کرده، یا آقای اومده بود اون روزه ضرر داره، معده رو چنان میکنه، چنین میکنه. گفتیم ما آدمایی میشناختیم تو همین دوران خودمون عمرشون روزه بوده، عمرشون زمان پیامبر اکرم فراوان داشتیم، صائم الدهر همیشه روزه بوده. بزرگانی مراجع شخصیت های 90 سال تابستان و زمستان روزه گرفتن. روزه وقتی شب معراج پیغمبر خدا رفتن معراج از خدا سوال کرد یا رب ما میراث الصوم، برای چی مردم باید روزه بگیرن، تشنگی بکشن، گرسنگی بکشن؟ خطاب شد به پیامبر الصوم یورث الحکمه. بابا همه انبیا اومدن مردم حکمت یاد بگیرن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من هم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمت نباشه آدم کتابم نمیفهمه. حکمت کلید فهم کتابه، حکمت قدرت تشخیصه. آدم قدرت تشخیص نداشته باشه حق و باطل قاطی میکنه. انبیا اومدن مردم حکمت یاد بگیرن، پیغمبر روزه باعث حکمت میشه. آدمی که حلال نمیخوره، آدمی که حلال اجتناب میکنه، خب یاد میگیره بعد محرمزون حرام نخوره. میگه اه من 16 ساعت طاقت آوردم آبی که حلال بود خوردنش نخوردم تو محرمزون، خدا دستور داده بود نخوردم، پس میتونم شراب نخورم. 16 ساعت طاقت آوردم، خدا دستور داده بود با همسر شرعیم ارتباط نداشتم، پس میتونم نگاه به نامحرم نکنم. تقویت اراده است، حکمت رو میبره بالا. از سومو یورسل حکمه ول حکمتو تورسل یقین. حکمت یقین میاره، قدرت در واقع فهم و درک بالا میاره. چه حرفیه بعضی شبهه میکنن این روزها؟ حکمت یقین تقویت اراده. فرمود شکمتو به غذای زیادی. بنده خدای بود زمان پیغمبر اسمش ابوقحط بود، از بس میخورد بهش میگفتن ابوقحط، یعنی پدر قحطی. تو هر خونه ای میره اون شب باید صابخانه گرسنه میخواد. یه وقتی اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، 7 تا کاسه شیر دارد پیغمبر دوشید از به اصطلاح بزغاله یا حیوانی که اونجا بود، 7 تا کاسه رو نون کرد توش خورد. آدمی بود که خلاصه چیزی تای بشقاب باقی نمیذاشت. البته خب حالا تو نقل دارد تحت تأثیر نصایح پیغمبر عوض شد، کاری ندارم. ابوقحط نباشه آدم، جایی میره قحطی بیاره. قلت الطعام قلت الماء. فرمود یکی از آداب اینه. و مورد آخر پنجمین مورد فرمود لا تنقد طعامک. چقدر اسلام زیباست. لا تنقد طعامک فان رسول الله فان رسول الله لا ينقدو. یه جا بری مهمانی طعام و وارسی نکن، هی تو خورش دنبال گوشتاش نگرد، هی توی زیر غذا رو بالا نیاره، یا زیر رو نکن. لات نقد، نقد ینقدو یعنی وارسی کردن، یعنی ور رفتن به غذا. این
برنج چه برنجی؟ روغن چه روغنی؟ به نظرم دود زده، به نظرم نه، غذا تو بخور، آبروی صابخانه رو حفظ کن. لا تنقد الطعام، طعام رو وارسی نکن. فان رسول الله لا ينقده، پیامبر یکی از ویژگی‌هاش بود به وارسی. این وارسی منظور این نیست که آدم قبل از غذا درست کردن بهداشت و ایناشو نگاه نکنه، نه، اینه وقتی نشستی سر سفره مهمانی کاری نکنی که به هر حال اگر یه نقصی هم توی غذا هست صابخانه خجالت بکشه. اینها 5 تا سفارشی که امیرالمومنین به کمیل راجع به غذا و آداب میل کردن غذا فرمودن. البته مجموعه این سفارشات که عرض کردم دیروز در جلد 74 بهار و مرحوم تریحی، مرحوم صاحب تحف العقول در کتاب تحف العقول، مرحوم حرانی، ایشون در اونجا آورده. البته بین تحف العقول و بهار تفاوته، متن بهار بیشتره. مجموعه این نصایح پیامبر اکرم به امیرالمومنین به کمیل مساله مطالب بسیار زیبا و قابل توجهی است. حالا هر چقدر برسیم انشاءالله ما این روزها به بررسیش خواهیم پرداخت. دیروز راجع به استفاده از علوم اهل بیت سفارش آقا رو مطرح کردیم، امروز هم آداب غذا و مهمانی. انشاءالله بقیه این بحث بماند برای روزهای آینده. خدایا به همه ما توفیق عمل به آداب اسلامی رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. مهمان باید تکریم بشه، مهمان باید تجلیل بشه، مهمان نباید تحقیر بشه، مهمان نباید به تکلف بیفته. مهمان از ضیف دلیل الجنه، مهمان راهنمای بهشت آیین خواهران. حالا اگر این مهمان یه فردی باشه، خب یه بحثه، یه نفر دعوتش کرد. اگه مهمان یک شهری باشه، مهمان صدها نامه و صدها پیام و صدها فداتشن قربانت برم تو رو خدا بیا، اگر این مهمان بیاد و بهش بی احترامی بشه چقدر گناهش بزرگه. ابا عبدالله به هر فرمود من مهمانم. اینا نامه هاست، امضاهای متعدد پای این نامه هاست. آخرین نامه ها رو تو مکه دریافت کرد، خود کوفیان نوشتن. هر روز عاشورا فریاد زد وقتی اومد مقابل لشکر، گفت من حسین رو دعوت نکردم، ولی بد قومی هستید، شما پسر زهرا رو دعوت کردید. عمر سعد به بعضی ها روز عاشورا میگفت برید با امام حسین صحبت کنید، میگفتن ما رومون نمیشه، ما خودمون نوشتیم، ما خودمون جزء امضا کنندگان. میهمان باید تکریم بشه، اما چه کردن کوفیان با میهمان کربلا و ابا عبدالله؟ چه کردن با بچه هاش و با خودش؟ با شما فرض کنید سر نبرد داشت، آیا طفل 6 ماهش هم او هم گناهی داشت؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرهبونی. حسین رو دعوت کردید، با ابا عبدالله نتونستید، اون گونه سفارایی کردید، اما آب به روی طفل 6 ماه بستنم، آیا این در آداب کدام ملت و کدام قومه؟ چه کردید با ابا عبدالله؟ چه کردید؟ ساعد الله قلبک المهموم یا ابا عبدالله. امروز بریم در خانه 6 ماهی حسین، این آستانه‌ای که بزرگان ما بهش متوسل می شدن، علمای ما متوسل می شدن، در گرفتاری های بزرگ او رو واسطه پیش امام حسین قرار می دادن. یا ابا عبدالله چه گذشت به شما؟ وقتی علی رو می برد میدان به آغوش گرفته بود، لبهای خشکیده علی رو می دید. وقتی علی رو می آورد به میدان به آغوش گرفته بود، وقتی بر می گشت رو دو تا دستاش گرفته بود. خدا نیاره یه مردی شرمنده بشه. زینب کبرا ایستاده، ام کلثوم، مادرش رباب، ابا عبدالله ای میاد و رایش رو عوض می کنه. بچه رو دست چند بار آمد و برگشت، با چه روی بیاد به طرف خیمه ها؟ یه وقت راهش رو عوض کرد، پشت به پشت خیمه ها، فهفره به جفن سیفه، با دست خودش قبر کوچکی کند. تنها یک بدن روز عاشورا به خاک سپرده شد توسط ابا عبدالله، اونم بدن علی اصغر است.
شاید دید اگر این بدن رو ببره تو خیمه بگذاره، خواهرها مادر طاقت نمیاره، جان میده، لذا با دست خودش ناسدانش و میان قبر و رملعو به دمه و سیعلم اللذین ظلمو ایام قلب ینقلبون. بسم گل عظیم الاعظم بالحسین و اولادهی یا الله. خدایا به عظمت ابا عبدالله به نازدانه حسین قسمت میدیم در ظهور آقام حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت ابا عبدالله و خاندانش خدایا قسمت میدیم توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. خدایا موانع ظهور آن حضرت رو برطرف بگردان. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرما. باران رحمتت رو به برکت امام زمان بر این مردم نازل بفرما. جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. زمینه شغل و ازدواج و تحصیلشون رو فراهم بنما. خدایا قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. گرفتاری، بیماری، غم، قرض از میان خانواده ها ریشه‌کن بگردان. خدایا خطر فقر و گرانی و طلاق و اعتیاد رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. این کشور و این نظام اسلامی رهبری عظیم و شأن آن محافظت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.